السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوب استین تینجا حول سوزان سلامات خوبا سلامات باشید. برنامه ما امروز مشورت مهاجرو برای مبارزه یگان مشورت میتی که چخل بازید رحمان رو مبارزه باریم حضرت یا که چی میگو یگان؟ ما مصلحت میتیم برای آبادی آینده کشور. نام فامیلیا چیه حضرت؟ اعظم و فضل الدین. اعظم و فضل الدین از قبادیان و شرطوست. بله قبادیان. از قبادیان امامی کدوم مسجد حضرت؟ مسجد جامع. امامی مسجد جامع بهترین امامی مسجد جامع. نومی مسجدتون چیه حضرت؟ دهه ایشون یعنی که مسجد در دهه ایشون های نومی مسجدتون چیه؟ نه نومی مسجد هم خیلی نومی مسجد دهه ایشون های. بله بله در مرکزی قبادیان های درست؟ نه اشمرود نیوزوف جماعت اشمرود نیوزوف جماعت اشمرود نیوزو جماعت اشمرود نیوزو. خوب خوب حضرت برنامه ما را ما در اول خواهش کردیم که نادر را یگان امام خطیب ملا را یعنی که هدف ما یعنی که مشورت مهاجرا برای مبارزه بردن بزید رحمان افتان که حضرت خطا آزاد کنیم تو اینکه یعنی دیگه بتونی کودک را درس بگو انشاءالله در منبر برای شیرین نر را گپ زنی انشاءالله که مردم همه امنیت ظلمت نکنه امنیت با پتینکش در مسجدت نرو و ندرو هر هفته نبری شش سسومی در یعنی که چی نتی ای میرسه که ای خطی امام خطیب و هر روز میرسه یه هزار نه سسومه اویلو کرد حضرت معاش چنده ای؟ هشت سسومی خولی؟ بله این 1900 سو میگفتن دروغ بوده است نه بس هر خطیب رو میگیرن خودت خطیبی عادی با سر خطیب ای خطیب عادی بله فرق عادی بله خوب چی مشورت رو میتی حضرت که بیاخوای مشورت رو بکتی نگوش کنی مشورت بخت درش سفر آدم بنوری خدا خواه خودت بیا خلاصا مقصد ما همین که یک کار کنیم از اینکه مقصد فقط کمبودی ها را بکاویم شما هم میتونید که مثال در مقصد خارج هم باشید اگون برنامه های خوب پیشنهاد کنید مثال به هر حال چنانچه که آزینه شما میگید که ما گرد میزنیم مقصد حکومت دارا هم میشنوند خیلی برنامه های خوب پیشنهاد کنید اگر برنامه های شما مقصد دیده میشوند اینا را مثال مقصد روی کار بگیرن مقصد هم یک کار کنیم که به هر حال وقتی که در جایی که کار هست کمبودی هست همه جمهوری ها حتی همون جایی که شما هم هستید به هر حال دولت و دولت داره که هست کمبودی ها هستن مقصد بیاگون از این که عیب یک دیگر بسیارتر بجویم حرکت کنیم مقصد برنامه های خوبی داشته باشیم که برای پیشرفت و برای آینده فرزندا و مقصد یک جمهوری بگیم پیشرفته را روی کار بیاریم بهترین یعنی که من 100% موافقم با خودت حضرت 100% موافقم با خودت در ایش صدقه نخوا که خودت بگوی که برنامه خوب کنی من بگم که نینا میکنیم این نمی خودت یا آدمی مقصد آدم جان که باشه به هر حال مقصد ما آبادی همین کشور است حضرت جان در ایش صدقه همین من غیر آبادی همون وطن خواستم راست بگو که همین من خواستم در وطن من جنگ شوه همین من خواستم که یگان نو آرامی شوه من گفتم که رحمانو ظلم نکه در قبادیان شما یک آدم های بنام حاج رحمت های سبزی بده است میدونیش خسر باشه رحمانو
نمیشناسیش؟ خب بشنوسیش، دروغ نگو حضرت، میشناسیش. او را یکان خنگزه در خبادیان نشناسیش. خب محیب ها میشناسی؟ محیب نومردوش زنده باشه؟ نه اکو وای ممکن در شرطوز باشن شنایدگی میشه در شرطوز ما یوم در قبادیون کو ندیده ایشو یگان برو نه نه راستی الله اه نبینیش اه روتا باروش نبرا که چو کسیفه خب همی ظلم هایی که در همو قبادیون در همو شرطوز در همو جلیکول در همو یعنی که نصیر خسرو رفته استوده است هر روز برای ما میرسند و برنامه نامه ها را اگر تماشا کنی ظلم کردن، کشتن، قتل کردن، تجاوز دارن یعنی که پرابلم دارن، مردم تهمت دارن، بیگناه زندان دارن مردم یعنی که همی کرو همی گپای من آیا برای نارامی دولت های دوملا جان؟ به هر حال لکن یک کار کنیم که آینده را فکر کنیم آینده را فکر کنیم یکان سبب شیم که در آینده از ما من مقصد پیشنهادی من برای شما اکن همچون یک برادر که مقصد همین فهم و علمی که دارید میتونید کتاب ها بنویسید یکان مقصد به این فکر میکنم به این که شب و روز به همین کمبودی ها را کفتن عمر میگذرد اگر یکان کتاب ها به نام همون محمد اقبال که مثال کتاب نوشتن از مقصد حضرت جان یکان کتابی من نخونده خدد یکان کتابی من نخونده در ایشت صدقه نه روستی نه کتاب شیخین سهرین بانوان خاندان نبوت آیشه یعنی پیشوای بانوان مومین دوست داشته ترین همسر پیامبر عالمین صد یک قصه از حیات پیام محمد صلی الله علیه و سلم صد یک قصه از حیات ابوبکر صد یک قصه از حیات عمر صد یک قصه از حیات عثمان علی عمر ابن عبدالعزیز یعنی که این قدر هزار حکمت لعنت شده ها در احادیث نبی یک قدر 17 کتاب من در همین تاجیکستان به تراش 1.5 میلیون برای ملت و مردم تقدیم شد همه را یکونش نخونده حضرت جان به هر حال یا شهادیرم مقصد میتونید که از این جهت استفاده کنید نترس چون که من تو در پیش الله جواب میگیم ما بمبره مشکل نداریم حضرت ما میدونیم جای گم و جای در ایش صدقه خودت آدم بنوری من آدم مسلمان را بینم مشتوس مشکیه برای که نوری مؤمن قبل از خودش جلوگر میشود الله سبحانه و تعالی مؤمن به نورش مزین کرده است که وقتی میبینیش نوری مؤمن میگه که من مؤمن هستم مؤمن از نورش هویدا از شهره مؤمن به شاش است و اما خاطر راست شب بگو داملا کتاب من نخونده ممکن خونده باشه من اکه عربی های همی چیزها را خوندم راستی من اکوش که برادر من راستی عرب همه همه کتاب ها اجازت بود نشر می شد یکان چیزم غیر قانونی نبود او قانونی بود خوندی همه کتاب را یکان چا ممکن همه راستی من اهمیت ندادم نویسنده شد همون درباره حضرت علی و حضرت عثمان و حضرت ابوبکر را خون دادم اگر از شما بخون من اهمیت ندادم راستی مترجم شد پناهگاه مسلمان یعنی که دعاهای که یعنی که صبح و شام است همین ترجمه ما بود ریاض صالحین بود یعنی که بلوغ المرام بود عقیده بود یعنی که ما کتاب های کم برای ملت مردم رو تقدیم نکردیم خوشبخترین زن در عالم اسعد الامرأت فی العالم نویسندش عاید القرنی ترجمه کردیم یعنی که 25 نعمت و عذاب قبر ما کاری کم نکردیم ولی ما را گفتن که دیگه تو کار نکت بازید ما مبارزه بر برای که ما بازید دینی تو خستگیم بازید ما مبارزه بر من چکو میکنم حضرت جان ما کار علمی ما دوام دادم یا که یعنی تا مردم از هندون میکن میکشتن پرابلم میکن یا اینکه رسول اکرم در وقت علم بود در وقت جنگ بود یعنی که این وظیفه هر مسلمان های کخی وقتی یعنی که علم و وقتی تعلم و وقتی تتلمز و وقتی یعنی که تدریس جای خود چه داره ولی وقتی نبرد و مبارزه با جای خود چه داره وقتی خود چه داره حضرت همین تنه؟ بله به هر حال اکن اگر مقصد امی تاریخ علما را اگر ما مقصد یک بار مقصد نظر کنیم
چی ابو علی بن سینا باشد، چی مثال اون من تا بخاری باشد، اکثرا هجرت کردن. اکنون مثال هجرت، مثال یک چیزی بگیم برای آدمای گذشته، آدم میگه چی میکنه؟ تقویت میکنه، آدم پخته میکنه. به هر حال من فکر میکنم که شما به هر حال اون کاری را که میگه قلم میکنه، او کار شمشیر نمیکنه. وقتی که قلم دارید، وقتی که علم دارید، من فکر میکنم که بازم همو قلم و چیتون استفاده برید. اصلا یک عالم نباید برای یک 10 ساله باید که فکر داشته باشه. سعدی شیرازی برای زمانی خودش مقصد کتاب ننوشت. مثال حاضرم که باشه کتاب سعدی را بخونیم، فکر میکنی که حاضر برای حاضره مقصد زمان ننوشته گشت. من مقصد برای همی شما هم همین مسئله پیشنهادم همین است که مثلا این خیلی از این پیشنهاد قبول دارم. در مسئله علم کار ما میکنم و من یعنی رنگی که یه آدمی که یعنی که از یک چیز دورش کردگیان بازوری کو رنگی که پیشو رفت گفت که یه ساسکو چیلسا پا مسکوا پا پوتینو، من برای علم برای کتابو ساسکو چیلسا اوچین منم بسیار زیخ شدگیم، بسیار زیخ شدم که در کارو علمی کار نکرده ایستم و کار ترجمه و تعلیف و این کارو ما انجام نداده ایستم. حضرت هجرت کرده بودید در هجرتی اول؟ های به هر حال اکن در او وقتی میسو جنگ حضرت هجرت کرده بودید؟ مصد من گوش که برادر حضرت جان هجرت کرده بودید؟ در او وقتی جنجالا همه هر سو پراکنده شده بودن. این مثال یک مثال بگیم واقعه این خوشه که بود در برای تاجیکستان آمد خدا نکه باید دیگر نیورد. به هر حال اکه ما یک کروه کنیم دیگر که مثال حضرت جان اگه هجرت کرده بودی خواه همیرا هاو یا نب گوخی کنید یا دمی یا چی بیترس یا هجرت کنیم ما خواه کردم این طرف قبود یا طرف غرم رفته بودیم با از اون طرف احویاش بودیم با گشتیم اومدیم. حضرت همی یعنی که یک مثال که همی یعنی که به همی جوان ها چی توصیه دادنی خدا؟ همی توصیه به همی جوان ها چی های؟ این برای مهاجر و مقصد من همین است که مصلحت من همین است که مقصد به هر حال مهاجرای ما وقتی که میروند در مقصد دولت های مقصد دیگر اصلا مقصد مسئله کمبودیش و مسئله علمیش و من یک پیشنهاد دارم همچون یک کسی که درد جامعه را مقصد وقتی که میبینیم من خواهش میکنم التماس میکنم که حتی گفتی روسا پدکورس هم باشه یکان جا برون بخوانن در همین جا مقصد بخوانن همین خیلی شن که مثال نه فقط مردی کار باشن نه فقط مثال رهروب باشن مقصد شما اهل علم این مثال وقت یک کس میتونه که با علم مقصد در دیگریت دولت طلبگارش باشن که مقصد یکان کارهای خوبتر بکنن. من مقصد مصلحت من برای مهاجرها همین در این حضرت خوندن و تعلیم یعنی که سطح تعلیم در تاجیکستان نه چخل حضرت میبینی خودت سوال حضرت اصلا اکن یک چیز است که اگر ما شما همین علما را ببینیم تاریخ شوه همش در یک حالت های وزنینی مثلا علم به دست می آید و اون علمی که مثال به مجاهدت به دست می آید و علم فایده دهنده است راه علم و حکمت را کشکت او را نبست به جهاد پای همه نوید به دست گر کسی پر از شبها دودی چرا علم گیرد از چی؟ لبه در همه ازبکستان شهروندی ازبکستان آزادانه درس میخونه و پاراگیری تا حد را قدیمی نیست. در قرغیزستان من زندگی کردم یعنی که نیست ایتری. در قزاقستان تا اندازه را دانشگاه هاشون هست. در روسیه به اندازه ولی در تاجیکستان برای چی تاجیک جوانی تاجیک دانشگاه ها تمام میکنه دیپلومش ها میپرتایه میروش کاتورچیکی. اما به هر حال فایده کرد برای امیرا غیر اپل دادن از رجون چند بچه تحصیلی دانشگاه کرده گه خدا یه سوالی عادی اکر راستی من یک بچه دارم حالی مکتب میخونم الله حفظش کنه و خداوند رنگی خدا یک انسانی یعنی که با ایمانش کنه
دعای ما همین است. آمین. خب اناک دوملو جان، ما هر آن چیزی که انجام داده ایم الله شاهد است. ای الله تو آمین بگو. اگر من به ضرر وطنم، ملتم، مردمم یک کار انجام داده باشم، آمین بگو دوملو. آمین بگو دوملو. اگر من به ضرر خودت، به ضرر یک شهروند کشور ضرر خواسته باشم، جنگ خواسته باشم، الله منو نیست و نابود کنه. آمین بگو حضرت. آمین بگو. آمین. اگر آمین گفتم تو چیزی را که من تهمت کنم و دروغ بگم و هدفم تماشا و پول دنیا باشه، الله لعنتم کنه. آمین بگو حضرت. آمین. آمین. اگر هر کسی که به این وطن خیانت میکند و خیانت کرده استاده است، غارت دارد مردم و دینی ما را، ناموسی ما را، وجدانی ما را زیری یعنی که سؤال قرار داده است، الله او را نیست و نابود و لعنت شکنه. آمین حضرت. آمین. خداوند همه و هدایت کنه. با میگم که مثال یکم کس به کمبودی نیست. در این شکر حضرت یکم یکم ندارم. خداوند رنگ خودت واره افرادی با علم و با سواد و با تمکین در کشوری ما زیاد کنه. الله برکتت بتیه. خداوند بهترین زندگانی را نصیب و روزیت بگردونه. یگان گپ مخالفت بین من خودت وجود ندارد. برای چی؟ به خاطر اینکه شخصی که اهل علم است و اهل فضل است شناخته می شود و اون تشخیص کرده می شود. هیچ وقت هر یک شخصی که اون علم دارد، اون تاج سر من است. افرادی با علم دوست دارم، افرادی با تقوا را احترام دارم. هیچ وقت به احترامی نسبت یگان علما نکردم، چون که گوشت علما حضرت چی است؟ زهردار، زهرالود. بله، مسموم است. حالا هر قوم مصلحت ما را یک بار با عین نظر بگذرونه، یا سجده میکنه یا دعای میکنه که او از چند نفر مقدم تر است. به همون خاطر هیچ وقت ما هیچ نفر علمای اهل دین کوشش کنه که به نظر حقارت و تحقیر نگاه نکنه، تهمت نکنه، غلط نگید، یعنی که گپی غلط نزنه، چون که اهل علم و اهل دین و علمای دین گوششون زهراگین است. وقتی تو یک گپ میگوی اونا، حتما ضرر اون به تو میرسد. یا آه میگه ای الله، آیا این چیزی به من گفته ایسن؟ آیا من لایق اونو؟ الله میگه نه، ملائک میگه نه، این تهمت است. پس بفهم که اون تیر به سینه خودت برگشته است، به سینه جگربندت برگشته است. و همون خاطر همه وقت قبل از یک گپ گفتن، یک چیز گفتن، یعنی که باید بداند انسان و تشخیص کرده بعد از اون گپ بوده. والله قسم اون چیزی من گفتم، هدفم، مقصدم به خاطر آبادی وطن می، آبادی این ملت می، آبادی دولت می، و هیچ دشمنی نه به هیچ نفر ندارم جز از آنهایی که این ملت اسیر و برده و غلام کردن. اگر یک قدم از این گفتگیم بیرون دارم، الله هرگز موفقم نکنه. این همین های مقصدم، چیزی دیگر غیر و هر همین گفتگی ما را مقصد در نظر بگیری، یک پیشنهاد های خوبی ما است. مقصد بازا میگویم به کمبودی نمیشود، حتما به نظر میگویم. سلامت باشی دوملو جان، الله حفظت کنه. سلامت باشی.